به تل آویو میریم، همراه میشیم با همکارم بابک احساقی که از این شهر به ما پیوسته. بابک، آخرین تحولات رو در شمال اسرائیل از زبانتان میشنویم. بله رضا، در حالی که بیشتر اخبار در چند روز گذشته از سازمان ملل شورای امنیت مذاکرات صلح هستش و حتی اخبار امروز را خودت با مروان عیسی و آنچه که بین جمهوری اسلامی ایران و حماس میگذره شروع کردی، اما در حقیقت جبهه اصلی در شمال اسرائیل هستش، جایی که اگر در اونجا جنگ آغاز بشه بدون شک چهره منطقه تغییر خواهد کرد و از جنگی که همکنون در جنوب اسرائیل میگذره بسیار سخت‌تر خواهد بود و آتشی به پا خواهد شد که دود آن در چشمان بسیاری در منطقه خواهد رفت. امروز بار دیگر ما شاهد تشدید تنش‌ها در شمال اسرائیل بودیم. نباید فراموش بکنیم رضا، حملات متقابل تقریبا هر روزه در شمال اسرائیل ادامه داره، اما کمتر از اونجا ما خبر میگیریم. یک مسئله شده که عادی هستش تبادل آتش در اونجا و شش ماه هستش که این تبادل آتش ادامه داره. اما امروز یک مرد 35 ساله اسرائیلی بر اثر برخورد مستقیم راکت به کارخانه ای در شهر کریات شمونه کشته شد. در این حملات حزب الله به این شهر 40 موشک به سوی این شهر پرتاب شد که بسیاری از ساختمان ها را تقریبا ویران کرد و خسارات سنگینی در کریات شمونه به بار آورد. اما جز این کشته دیگری اسرائیل در این رابطه نداشته. این حملات شدید حزب الله به شهرک ها و شهرهای شمالی پس از آن صورت گرفت که ارتش اسرائیل تایید کرد که یک ساختمان نظامی در شهر الحبریه در جنوب لبنان را مورد حمله قرار داده که در اون 7 نفر از شاخه نظامی سازمان جماعت الاسلامی از بین رفتند. سازمان جماعت الاسلامی یک سازمان کوچک فلسطینی هستش که عمدتاً در بخش شرقی جنوب لبنان فعالیت میکنه. سازمان سلفی سنی هستش، تندرو هستش، وابسته به اخوان المسلمین هست. به گفته از ارتش اسرائیل قرار بوده که این سازمان یک حمله بزرگ تروریستی را در کنار مرز انجام بده که اسرائیل فوراً این حمله را خنثی کرده. بابک خیلی ممنونم از توضیحاتت. بابک احساقی همکارم در تل آویو.